اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من میشتم که این کار رویش ایران در زمین ما ما از یک آفا خواهد <تصح> هستیم که سراسر فرسود هوای وطن از چه بیتابانه میخواهمت ای گوریت ها بد خدا همه رکت در در خوابهای دور آنجا که خانه پدری در لابلای خاطره و عشق پنهان شده است روزی که عشق در نفسم رویید بر سر و کوچه نقش دلی را با چند قطر خون زده بودم دیروز با تیغ شهرداری آن سر و نقش دل از دیده پر کشید اما سه قطر خون در کوچه های میهن من جاری است علی رضا نوریزاده چهارشنبه پنجم ماه نوام چارده آبان همچنان در سفر از شهر فرشتگان به شما سلام میکنم خب دیروز در پایتخت جمهوری ولایت فقیه معرکه ازما برپا بود اما نه به عزمایی معرکه های سالهای پیش که حالا دیگه برای مردم این بازی رنگ و لعابی نداره یه نکته رو براتون بگم ما آمدیم در سال در نوامبر هفتاد و نو سی و پنج سال پیش با توطعه کیجیبی کارگردانی محمد موسوی خوینی ها آخوند تودهی که امامه سرشه اده جوون انداختن بعضا نادان و جاهل بعضا احساساتی و بعضا معمور از دیوار یک سفارتخانه خارجی بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا رفتن گروگان گرفتن که اینها رو 444 روز عذاب دادن خیلی مثل بری روزن و مطبوعاتی سفارت از عاشقان ایران بودن. من توی ملاقاتهایی که با روزن داشتم گهگاه هر بار میدم با چه شوقی یه چیز تازه از سعدی کشف کرده بود، پیدا کرده بود، خیام رو دوست داشت، به حافظ، به شعر معاصر شاملو رو میخوند، فروغ رو، سهراب سپری رو. به موسیقی ایرانی دل بسته بود خودش و همسرش 444 روز اینا رو عذاب دادن تو زیر زمین سفارت بعد بردن نمکاب رود تو خونه های حفاظت شده سپاه و رنج دادن اینا رو همشون رو همشون رو وقتی نگاه کنین آقای بری روزن کاردار که به همراه سه کارمند دیگر در, در وزارت خارجه بود. این می رفتم دیدن قدساده مثلا وسط اونجا نشسته بودیم. دکتر گودرزنیا نیا زنده یاد میمد و میگفت آقا بالا چیکار کنیم اینا فلان چیزو میخوان، روزنامه میخوان. و قدساده میگفت بدید یا قضاشون رو هر روز مرتب می بردن و اونا اونایی بودن که موفق شدن به وزارت خارجه بیان. شش تاشون رفتن سفارت کانادا که فیلم بی ربط چرند فارگو رو من خیلی آقای بنفلک رو دوست دارم و بازیش و کارش و هنرمند برجسته ای است ولی این مقدمه که در این فیلم بود آنقدر چرن و توهین آمیز بود که آدم باورش نمیشد یک انسان فیلمساز بیاد افسارش رو بده دست یه آدم توده ای یا یه آدمی که حالا از اون مجموعه آمریکاییهایی که بعضا میشناسیم که چه برداشت و تصوری از تاریخ ما دارند یا از گذشته ما دارن برحال 444 روز انسانهایی رو برخلاف اراده شد اونم شما مثلا ماموران سیاه رو گرفتید نه اون روز اول رفتن یه چند تاشون هم که سفارت کانادا رفتن هیچ کدوم نتونستید بگیرید اگر میخواستید معمور بگیرید بعدا البته آقای باکلی رو در بیروت گرفتن رئیس ایستگاه سیاه در خاور میانه و بردن شکنجه دادن کشتن و سر به نیستش کردن اون داستان دیگری داره من بهتون بگم این حزب الله در آدم کشی واقعا شاگردان بلافصل شیخ صادق خلخالی کسانی رو که کشتن اینا اون استاد و شما نمیدونید این مچه مد بزرگی بود کسی که رفته بود در عراق درس آخوندی خونده بود بعد اومده بود به لبنان لباس رو کنده بود و پشت کرده بود به این لباس که آقا من خدا رو به گونه دیگری شناختم معرفت الله در من تجلیش شیخ معصد محمد حسین فضل الله و صحبی توفیلی نیست تجلی او ابن سیناس فارابیست تجلی او شیخ اشراقه منصور حلاجه به هر روی ماموران حزب الله رفتن و استاد مروور رو هشتاد سال سن در حالی که نوادش در بغلش بود به گلوله بستن رفی خلیری رو منفجر کردن جورج خاوی رو منفجر کردن دکتر قصیر رو چه انسان برجسته بود این آدم و و چه بگویم از جنایات اینا هر کدومش که بگم کم گفتم در هر حال دیروز دیدیم که در سفارت جمع شدن تظاهرات کردن و مرگ بر آمریکا کشیدن وقت این طرف در امریکا حالا بعضی از این کانال هاشون فیلم گروگانگیری را گذاشتن ولی سی یه برنامه خیلی ویژه داشت حالا غیر از فیلم گروگانگیری خبرنگاری که به ایران رفته دنبال غذای ایرانی است دنبال آداب و رسوم ایرانی است میره میاد میگه آقا یک دونه ایرانی ندیدم که دشمن آمریکا باشه There is no animosity یک نفر ندیدم که نفرت داشته باشه و اینو ملت ایران ثابت کرده کما که آمریکایی ها دشمن ما نیستن اینو بهتون بگم به هیچ وجه آمریکایی دشمنی با ایرانی نداره از زمانی که باسکرویل در کنار مشروط خواهان جان داد ممکنه سیاست های مثلا دولت آمریکا در یه مورد غلط بوده ولی نفرت وجود نده آدم خاطرات مرحوم باغر کازمی رو وقتی میخونه در دورانی که دبیر اول بوده در سفارت ایران در آمریکا در واشنگتن میبینه علاقه است. امریکا به ایران به عنوان یک پدیده یک فنومنا به ایرانی به ایران به عنوان یک کشور تاریخی با اون فرهنگ و گذشته نگاه میکنه حرمت میگذاره ایران رو دوست داره خیلی متفاوته با نگاهشون به کشورهای دیگه منطقه کشورهای دیگه منطقه باید تلاش کنن هویت به دست بیارن تو واشنگتن ایران هویت داره ایران تاریخش هست فرهنگش هست دانشگاه آمریکا کرسی های ایران شناسی دارن و بعد یادتون باشه این حضور پررنگ ایرانیان در آمریکا این حضور بسیار جالبه این حضور بسیار غرور برانگیز افتخار آفرینه هر جا میرید در هر جایی در هر عرصه ای از فروشگاه گرفته تا بیمارستان تا حوزه وکالت تا بانک هر جا ایرانی ایرانیا هستن و این بسیار با ارزشه به همین دلیل نگاه این جامعه به ایران و ایرانی نگاه توهم با احترام و عشق و محبت وقت ما تو تهران جمع بشیم جلو سفارت بعد از سی و سال کار قبیه و زشت نوکران کی رو بگیم براو و به 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 یایتون یا باشه قربانیان زیادی داد این سفارت آمریکا اونایی که با امریکا در ارتباط بودن زمان انقلاب که حالا گفتم اون مقاله علی سجادی فوق است تو این زمینه آقای یزدی هم عملا اقرار کرد هیچ کس به اونا کاری نکرد اون وقت دلاور آزاده نازنینی مثل عباس امیر انتظام باید 25 سال از بهترین سالهای عمرش رو در زندان ولی فقیه باشه با اون وضع آزرد خاطر و آزرد جسم بیرون بیاد که درود بهش میفرستم به او و بانوی گرامیش اله بانو و آرزوی این کنم که امیر انتظام بماند و روزگار سعادت و آزادی ایران رو ببیند آرزوی من یه اعلامیه کوروش زعیم داده بود خیلی زیبا خیلی ایران من کجاست اصلا اطلاعیه رو خوندم اشکم در اومد ایران من کجاست ایران کوروش من کجاست و بعد یه دوستی دارم که مقامی هم داره اینجا از ایرانیان آمریکایی است تلفنی باهاش صحبت میکردم فرزندی تازه پیدا کرده گفت اسمش رو گذاشتم کوروش چقدر خوشحال شدم نسل دوم امریکایی هستن ولی فارسی حرف میزنه اسم بچهشم گذاشته کوروش مقامی هم داره بسیار جایگاه والا و بالایی داره That's great یعنی آدم احساس افتخار میکنه که ایرانی تو این شرایطه وقت تو اونجا یک مشکج و کل را بیفتن مرگ بر آمریکا مطمئن باشین تو دیا منوز با دندون مصنوعی میرن مرگ بر آمریکا میکشن حالا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کل ملق شد جناب آقای پوتین رفیق پوتین رفیق هم صداش میزنن رفیق پوتین رفیق مدویدف رفیق پوتین باری چه بگویم که این شعار مرگ بر آمریکا بر ما چه کرد وقت آقای ایرزا پناهیان میرن اونجا مدعی میشن استکبار آمریکایی در حال ازمهلاله خوابت خوش چنین اتفاقی نخواهد افتاد یه سی براتون بگم اگر آمریکا مزمحل بشه نادانان آقای پوتین یه شبه شما رو بلعیده از حزم رابعش هم گذشتید گوی که الان دیگه در خونه و اتاق خوابتون هم روی پوتین باز کردید اما اگر آمریکا نباشد پوتین شما رو خورده روسیه بلعش رابعه هم گذرونده 17 شهر قفقاز که چیزی نیست 700 شهر دیگه ایران رو هم بلعیده خلیج همیشه فارس رو هم بلعیده اینا واقعا شرم نمی کنن. مثلا بله این کشورها در جنگ عراق ما در تجاوز عراق به عراق کمک میکردن اسلحه عراق کی میداد مگه روسا نمیدادن تانک های تی 72 هواپیماهای میک 29 سخوی 24 و 27 و و قول پیکر ایلیوشین اینا رو کی میداد روسا میداد حالا هی برید مگ بر امریکا بکشید عاقبت ببینید این مرگ بر امریکا شما رو به کجا میکشونه فعلا که میگم سید علی اون وقت آقای ممدلی جعفری فرمانده سپاه محمد رضا نقدی سرشکنجگر سید علی آقا فرمانده بسیج آقای کوسری از سپاهیان سابق حسین طلا حسین طلا هم بوده و حسین مزفر هر سه از اطلاعات سپاه و از نوکران سرسپرده مقام ولایت اون هم در اونجا حاضرن بودن من ده روز پیش بود یا یه هفته پیش بود براتون از انتخاب آقای محمد سرفراز به جای حاج عزت به ریاست صدا و سیما گفته بودم خب حالا خبر رسمی شد و سید نایب امام زمان آقای سرفراز رو به مدت پنج سال به ریاست صدا و سیما انتخاب کرد حاجزت انقدر خرابکاری کرده مثل عمل نجاده هشت سال اون چه کرد؟ حاجزت هم کم و بیش با اون بودجه کلان این کار کرده الان هم داره صدا و سیما رو مغروز تا خرخره ترک میکنه بالاترین کاری که کرد رفت جلوی مجسمه آزادی در نیویورک به سبک بچه ها دستش رو اینجوری کرد مجسمه آزادی بیفته کف دستش مجسمه آزادی افتاد رو سرش حالا سنگینی اون مجسمه نمیدونم با مغزش چه کرد به هر روی ایشان می منتظر باشید به زودی حکمی صادر میشه عضو مجمع تشخیص مسلحت بشه یا مشاور مقام معظم بره در خدمت ایشون در بیت مبارک جارو کشی بکنه حالا یک کدوم از این کارا رو بهش میده و در گیرودار این صحبت ها دیدم که اشاره شده که حصر خانگی در طرح جرم سیاسی آمده است خاتمی چقدر تلاش کرد لایحه جرم سیاسی رو به تصویب برسون مجلس امراه دوره ششم مجلس رو داشت نمایندگانی بودن مثل موسوی خوینی علی اکبر که با اون موسوی خوینی ها نه ارتباطی داره اسمشم کمتر یه ها کمتر داره و به هیچ وش مثل اونش. این آدم وطن پرست او و تنی دیگر از فعالان مجلس آمدن و طرحی رو به انجام رسوندن آماده کردن برای تعریف جرم سیاسی آ جرم سیاسی چیه به صرف اینکه یکی بیاد بگه مرگ بر مثلا فلان آیا این جرم سیاسیه آیا اگر یکی مقاله نوشت این جرم سیاسیه قرار بود لایحه به مجلس بره که آقا به آقای کروبی اشاره کردند موقوف موقوف یه بار دیگه پیشنویس رو بردن بحث کردن شورای نگهبان اختار داد موقوف یه لایه دیگه هم بود برای تهدید اختیارات رئیس جمهوری اونم موقوف به فرموده رهبر نمایندگان رو چه که راجبه این حرف ها بزنن نمایندگان راجبه اینا نباید حرف بزنن نمایندگان باید مراتب خلوص و سرسپردگی نوکری رو به درگاه مبارک ولایت فقیه اعلام کن آقای اکبری رو نیدین روز تو مجلس در انتقاد از مشاور آقای روحانی چی میگفت ما سرباز ولایتی نوکرای مقام معظمن احتیاج نیست که بیان به مردم خدمت بکنن به هر حال گفتن این طرح هر عصر خانگی در طرح جرم سیاسی آمد یعنی اگر تشخیص دادن یه نفر جرم سیاسی کرده میتونن او رو در خانه ای به حصر گرفتار کنن از خانه بیرون نیاد اگر نیازه به طبیب داره نتونه به طبیب مراجعه کنه خود اینا یکی از این آدم کشایی که به اسم دکتر در اوین بر شکنجه ها نظارت میکنه یکی از این رو بفرستن به عنوان طبیب بره و حال بیمار در حصر رو بپرسن یه خبر دیگه که منو خیلی آزرده کرد داعش رو اگر نماد اسلام ناب انقلابی محمدی سلفی بن لادنی ابوبکر بغدادی بدونی در مقابل باید اینو یادمون باشه این جانوران نه به زن و مرد رحم میکنن نه به بچه ها پونزده کودک کرد رو شش ماه شکنجه میکردن کدوم انسانیه که بتونه بچه رو شکنجه کنه جز اینایی که اینجا پید فایل بهش میگن کودک آزاران جنسی که اینجا هستن و جز این نیست اینا هم همینن از یه طرف مسلسل به دست بچهش میده که بزن مسلسل بزن به جای اسباب بازی مسلسل واقعی بزن و از یه طرف بچه کرد رو چون دشمن خودش فرض میکنه چون کردها دلاورانه دارن در کوبانی می جنگن. در جلوی اینا رو داعش الان کرکوک در اختیارش بود سلیمانی و دهوک و اربیل رو متصرف شده بودن این کردان که با دلاوری ایستادن جنگیدن و تا امروز اجازه ندادن که بتونن اینا پاشون رو در شهر مثل کرکوک یا اربیل یا سلیمانی یا دهوک و جاهای دیگه بگذارن یه حادثه بسیار تلخی هم در این روزهای آشورا و محرم رخ داد و اون اینه که سه مرد نقابدار در منطقه شرقی عربستان سعودی اینا حمله کردن به یک حسینیه اون منطقه میدونید منطقه قتیف اینجاها همه مناطق شیعه نشین اکثریت شیعه حمله کردن و تعدادی آدم رو ازاداران حسینی رو به قتل رسوندن تعدادی رو مجروح کردن دولت عربستان بلا واکنش تون نشون داد ادهی رو دستگیر کردن تا حالا میگن شش نفر بازداشت شدن شورای علمای عربستان هم یه اطلاعی بیرون دادن گفتن این یک نقشه خائنانه و شومه برای برهم زدن امنیت ملی و ایجاد نزاع و جنگ و خلاف بین شیعه و سنی این من کی بود گفتم که روزی که آقای خمینی آمد این فتیله روشن شد کبریت زده شد تا قبل از آقای خمینی ما کمتر میشنیدیم شاید به ندرت در پاکستان بود که جنگی بین شیعه و رخ داده سالها بود دیگه متوقف شد در زمان قاجارا یکی دو نوبت شنیدیم ولی محدود ایران پذیرفته بود آدمها رو با واقعیتی که داشتن بلوش بود کرد بود قشقایی بود ترکمن بود تالش بود مال هر عرب بود آذری بود چه مذهبی داشت همه پذیرفته بود محال بود شما مثلا برید به منطقه هشتبر برید تالش و در اونجا آمیزه شیعه و سنی رو به رأی این تو خانواده نبید داماد سنی عروس شیعه عروس سنی داماد شیعه تو عراق هم همین بود تو کردستان ایران هم همین بود تو تمام مناطق خراسان شرقی مناطق سنی نشین تربت اینا همه همین بود خاف باد این همه جی تای باد اینجا بود آقای خمینی که اومد اعلام این که آقا شیعیان از جنس دیگری هستند تافته های جدا بافته ای هستند که نطفه شون با اسم امام زمان بسته شد چیکارش میشه کرد یعنی اگر همسایه تو سنی است و بر این باوره که بعد از پیامبر اسلام چهار صحابه بزرگوارش توسط مردم بیعت شده باشون و به خلافت رسیدن نه این کافره این دین دین نداره اینو باید باش جنگید این تخم لغ بعد از روی کار آمدن جمهوری ولایت فقی افتاد تو ایران و الان هم داریم نتایجش رو میبینیم متاسفانه این ستیز شیعه و سنی در عراق داریم میبینیم الان عربستان بحرین در همه جا مشاهده کردیم و اصل فتنه از جمهوری ولایت فقیه هدایت میشه و سرچشمه میگیره و متاسفم امیدوارم که ها دیروز در تظاهرات جلوی سفارت آمریکا مرگ بر انگلیس هم میگفتن خیلی این نفاق نفاق دروغوی از یه طرف آقای خامنه آقای شمالی رو میفرسته لندن به عنوان نماینده مقام معظم رهبری رئیس مرکز اسلامی و فرهنگی میدوه قمارخانه ای که حالا تبدیل به دفتر نمایندگی ولی فقیر شد اماد خراسانی رو بنازم که وسط کعبه دو میخانه بنا خواهد کرد اون چجوری به قضیه نگاه میکنه اینا چجوری افتخارم میکردن آقای عراقی بله آقا ما یه قمارخانه رو تبدیل به اسلام خانه کردیم مطا در اون قمارخانه تزویر و ریا نبود اینجا همش تزویر و ریا و فریبکاری و خیانت و درو... دروغ و دروغیست حالا این آقای شمالی هم رو, رو سر گشتن حلوه حلوه آقای شمالی تحصیل کرده انگلستانه آب تیمز خوردن هر که آب تیمز بخوره از دید اینا او رو باید رو سر گذاشت اون وقت بعد میرم میگن مرگ بر انگلیس آقا همون شاه مرحوم راست میگفت ریشو بزن بالا زیرش ببین چی چی نوشته Made in UK Made in Britain حالا این سمبولی که نماد سمبولی ز... به سلام سم... نماد نمادینگی داره از اون طرف نگاه کنید آقا زاده هاشون سر و تهشون رو میزنی لندن اصلا لندن قبلگاهه حاضیگه هم یاد گرفتن میگن تو لندن ممکنه شناخته بشیم میرن بیرمنگام میرن منچسه میرن شرای دیگه اجتماع عظیمی ازشون در بیرمنگام مشاهده میکنید مرکز اسلامی هم دارن حسینی و سینه زنی و چلو خورشت قیمم این شبا به راهه برید طرف اجول رود اونجا دفتر مقام معظم رهبری آقای شمالی نگاه کنید بعد از اورا غروب که میشه این اتومبیل های آخرین مدل بنس های آخرین مدل رولز رویس حتی ماشین های بالا پرش غیره میاد آقا میاد بیرون جیگول شیک خانوم میان با چه لباسی حالا یه روسری هم به خاطر گل روی حجت الاسلام شمالی سرشون کردن کاسه ها رو میارن قیمه نظری بگیرن قیمه نظری یه خود بالاتر قیمه نظری حالا شاید بگم چی شاید با صفاتر و یه خوردم مثل مال آقایون پر گوشتم شاید نباشه تو حسینیه آقای شیرازی است بالاتر اونجا میدن مؤسسه آقای خویی هم این بساطا هست جاهای خوجه پاکستانی هم هست پاکستانی هم که اون مجانینی که به سرشون قمه شاخدار میزنن اونا مشغولن آخر شب همه قیمه میدن که همه راه به سفره ختم می شود درنگ کوتاهی می کنیم باز می گردیم یه سرپرایز دارم براتون با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم براتون گفته بودم در این چند روزی که در شهر فرشتگان هستم تلاش می کنم همکارانی که خب همیشه شما یه طرفه می بینید یعنی اونا یا در حال گفتگو یا عرضه برنامه هاشون ولی دلم خواست منم باشون صحبت کنم که شاید بعضی سوالا باشه شما از من کردید من بتونم از این همکاران بپرسم امروز گفتم براتون یه سورپرایز دارم در مورد همکار فرزانه ای که کم میگوید و چون دور میگوید بریم بریم به دیدن همکار نازنینمون <متصفيق> گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد. با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با درود دوباره بگم سه باره یه بار گفتم که گفتم میریم به دیدار دوست و همکار نازنینم آقای حسین حجازی بسیار متشکرم ممنونم بودن در برنامه من و در پنجره رو به خانه پدری البته شما در ایران فردا در واقع شما و ایران فردا مرتب از آقای حجازی ذکر خیر میکنید و حالا بزن من براتون یه داستانی رو بگم یه رادیویی بود رادیوی اینترنتی بود ولی ایشون به من خیلی لطف داره هفته یک بار می منو با هم صحبت میکردیم کردیم راجع مسائل روز ایران بعد تنی چند از دوستان بنده به من گفتن آقا عجب رادیوی خوبیه خود بیشتر با این آقای حجازی صحبت بکن من تعجب کردم گفتم رادیوی اینترنتی رو اینقدر دیدم اینترنتی بیشتر بود دکتر بشه. یعنی رادیو ساید بنده آها. یعنی تو گیرنده با اینترنت هم میتونست با, اینتر... با هم بله, بله 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 با در حال میشنیدن بله. می یعنی من بله. یادمه که برنامه آقای حجازی رو مفصل میشنیدن و شنوندگان بسیاری داشت قبل از اونم که من وقتی مدیر رادیو بودم با تو مصاحبه بله نه منظورم اینه این رادیو اینترنتی یه مقدار البته بنده بهشون برمیگرده به قبل ولی این رادیو اینترنتی مجالی شد برای اینکه ارزش آقای حسین حجازی بیشتر آشکار بشه ایشون علاوه بر اینکه یک آدم روشنفکر و آزاداندیشه یک دوست بسیار قابل اعتماد من واقعا میگم هر بار من میام به لس آنجلس بخش بزرگی از زحمت لا تعدو لا تحصای من برگردن ایشونه برای اینکه همیشه هست همیشه محبت شامل حال من میشه و این بار هم که پسر من نوید هم سفر من بود این زحمت مضاعف شد و ایشون نهایت لطف و مهر رو به من مبذول داشتن سپاسگزارم خواهش میکنم اصلا ذکر این نکات ضرورتی نداره من با کمال میل تردید در اون دوستی نداره. سالیان سال هر کاری که از دستم بر بیاد واقعا مزایقه ندارم یادتونه آقای حجازی دو مورد یکی در کلوپ روتاری بود یکی هم در مراسم بزرگداشت نادر ساله بله. که من اصلا خبرم نداشتم اینجا بودم استاد بزرگوار جناب ستوده وزیر پست و تلگراف و تلفن فرزند مرحوم حاج علی اکبر ویانی مردی که از راه ویان به مکه رفته بود به همین لقب ویانی داشت صاحب نفت سملان از صاحب اصلیش این مرد فرزندان ارزشمندی داشت <applause> همشون دکتر ستوده مهندس ستوده همشون انسانهایی و وارسته و عاشق پدر این پدر قوز میکرد موی سفید و سبیل دوست مرون پدرم ایشون و مهندس موینی که وزیر کار بودن و وزیر کشورم شدن به بنده خبر دادن که و آقای مختاری دوست عزیزم که مراسم بزرگداشت نادر ساله با هم رفتیم و آقای حجازی هم اونجا بودن اتفاقا همونجا قرار یک مصاحبه هم گذاشتیم حالا اینا رو میگم برای اینکه بگم چقدر سابقه سابقه آشنایمون به عقب برمیگرده حجازی عزیزم مردم شما رو میشناسن با مصاحبه های بسیار خوبه و نکات بسیار دقیقی و ظریفی که در این مصاحبات مطرح میکنی اولا به من بگو آدم ها رو چجوری انتخاب میکنی آیا بر مبنای قاعده ای است یا بر مبنای موضوع روز هست حالا خب منم این کارم اینکه این که میخوام روش شما رو بدونم چطوری یا در طول زندگی یک سری آدم ها رو انتخاب کردی که مورد اعتمادت هستند و به اونا رجوع میکنی این آخرین به صلاح طبق بندی رو که کردید شاید بهتر با کار من جور باشه آه. چون این گروهی رو که من این افتخار رو داشتم و واقعا این منت رو به من گذاشتن که هر بار ازشون تقاضا کردم وقت گذاشتن بدون کوچکترین واقعا با آغوش باز و آمدن با من صحبت کردن توی تمام زمینه هایی که مربوط به کشورمون میشه راجع مسائل بین میشه بین این گروه افرادی هستن که صاحب نظر هستن به معنی واقعی کلمه و من واقعا میاموزم منتها سعیم بر اینه که راجع به هر موضوعی که میخوام سوال بکنم از این بزرگان از قبل راجع به اون سوژه خودم مطالعه کرده باشم که یه مقداری آمادگی, آمادگی داشته باشم و بدونم که چه چیزی رو میپرسم و بیشتر ترجیح میدم که من خیلی کوتاه صحبت بکنم و اجازه بدم و یا فرصت بدم در واقع من باید از اونا اجازه بگیرم ولی فرصت داشته باشن که صحبتاشون رو به طور کامل انجام بدن که توی رادیو این شانس بود که وقتی من برنامه سه ساعته داشتم اون رادیو قبلی مفصل صحبت میکردم بعد کوتاهتر و کوتاهتر یه چیزی رو که آموختم توی این مملکت اینه که ما میتونیم با وقت کم و با کوتاه کردن مسائل و سوالات سوالاتی که مطرح میشه و جوابایی که میگیریم بسیاری از مسائل رو مطرح بکنیم برای اینکه میبینیم اینجا توی رسانه های امریکایی امریکایی ها خیلی راحت موضوع های متعددی رو در یک مدت زمانی برد. خیلی کوتاه مطرح می کردن. ما یه مقداری این مکتب قدیم رادیو تلویزیونی بود که آقا وراجی زیادتر هر چی بکنی بهتره. آره این امریکا... طول بدی یک سال حرف بزنی. <تصفح> این امریکایی مدیر جنرال منیجر رادیویی که صاحبش امریکایی بود من اونجا مدیر برنامه بودم میگفت مطلبی رو که من امریکایی در پنج دقیقه میگم شما ایرانی ها یک ساعت وقت میگیری صحبت کردنش آره ما یه مقدار هم تعارف داریم بله. با طرف موقعی بله. بس بس رو بس. رو کنیم. حضرت عالی جناب آقای فلان ولی حالا یه سوالی هم شاید خیلی ها بخوان بدونه حسین اجازی کیه؟ خودتو من م... و دل من در خوره آباد لورستان دنیا آمدم ابتدایی رو در لورستان خوره آباد بودم دوره متوسطه رو آمدم به دبیرستان البورز بعد وقت... شاید مشنیدی؟ بله, بله بله این افتخار من بود واقعا خاطرات زیادی هم دارم با ایشون بعد آمدم بزرگ. بی نظیر یعنی واقعا ما چه مدیرانی تو اصلا این آدم بی بود ضمن سختگیر بودنش واقعا بچه ها رو مثل بچه های خودش دوست داشت شبان, شبان روزی البوز شبان برای اینکه پدر مادر من شهرستان بودن آه. پدر من طبیب بود مادرم قابله بود و بعد آمدم به شیراز در شیراز دانشگاه پهلوی قبول شدم بعد از دانشگاه رشته رشت اقتصاد بعد اونجا دورم که تموم شد آمدم به تهران دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس هم گذروندم یک دوره تخصصی با بورس سازمان برنامه رفتم به دانشگاه هاروارد آه. با دوست عزیزی به اسم آقای محسن دها ده که معرف بسیاری فرزند سناتور دها ده سناتور سید حسین دها بعد و یکی از نازنینان واقعا من افتخار میکنم به وجود ایشون و بعد بهتون وعده دادم که خاطرات آقای رو بدم خدمت. بل. بعد اینجا که آمدم یه کاری که خیلی مولا چه سالی اومدید شما؟ من 79 درست بعد از, بعد از انقلاب, از انقلاب. یعنی قبل از انقلاب آمدم آه. امریکا وقتی که انقلاب شد بلا فاصله برگشتم به ایران با وعده هایی که شنیده بودیم بل. به مجرد ورود به فرودگاه متوجه شدم که آنچه که میپنداشتم یک سره غلط بود یعنی این برداشت همون موقع من بود و بلا فاصله برگشتم باید. به امریکا اقدام کرده بودم برای اقامت دائم برادرم اینجا پزشک بود و اقدام کرده بود برای ما و بعد اینجا در دانشگاه کلمبیا کاری مطابق همون کاری که در ایران داشتم من سازمان برنامه بودم دانشگاه آزاد مدیر مرکز بودجه و کنترل برنامه ها بودم در ایران در آخرین شغلی که داشتم شغلی مناسب همون سابقم پیدا کردم برخورد به گروگانگیری نا. که با نهایت احترام گرچه حتی باست. دفتر منو بهم نشون داده بودن که کجا هست گفتن که اینقدر متقاضی های واجد شرایط بیشتر بودن که ما مونده بودیم کیو انتخاب کنیم حالا اسم شما هست توی لیست برای بعد همون بحانه هایی که میارن و بعد آمدم به لوسانیلس از نیویورک نیویورک و نیوجرزی بودم اینجا که آمدم شروع کردم از کارهای خیلی پایین از هندیمنی شروع کردم کانترکترز لایسنس هم رو گرفتم رشته معماری اینجا تا یه مدت کوتاه البته با اتکا به همون سوابق تحصیلی که داشتم تونستم این کارو بکنم یه مدتی توی شرکت بیمه توی نیویورک بودم دوست نداشتم اون کارو اساسا به قول دوستام من <applause> زاتن خریدارم فروشنده نیستم <applause> <applause> همه ما بله بله دوستی میگفت تو خریداری فروشنده نیستی همون موقع هم این شرکت بیمه توی امتحانش هم قبول شدم لایسنس هم گرفتم ولی دیدم کار من نیست نمیتونم بشینی به مردم بره 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 بیمه بفروش نه یک بار که به من میگفتن نه من دیگه تسلیم میشده آره ولی دوستان این... کلا همه قبیله شما آلمان دین بودن من رو معلم تو شاعر یعنی همه طبیب بودن پدر بله, بله, بله مادر رو بله من رو... رو... خواستم این حلقه رو شما بله من دلام. برادرام هر دو دکتر بودن شوهر خواهرام هر دو دکتر بودم پدرم پزشک بود مادرم به گونه پزشک بود ماما بود, بود. به هر جهت آمدیم به اینجا من شروع کردم بعد گرفتم لایسنس کانترکتینگم و شروع کردم از خیلی پایین زمنن کارهای رادیوی ما کردم. این رادیوی 670 موج متوسط اولین بار از اونجا شروع یا آقای مروتی اول من لطفی که خیلی بهش افتخار میکنم و شامل حالم شد زنده یاد تورج فرازمند تلفن زدن به من گفتن من برنامه های تو رو گوش میدم در رادیو و خیلی دوست دارم تو بیای و یه رادیوی تهران اینجا باز شد آقای با مقامی اون رو شروع کردن اصلا کار رادیوی من تو ایران شروع کرده بودم شما یادتونه رادیوی تهران نه. با آقای مقامی و اینجا که آمدم با آقای قائم مقامی همون کار رادیو تهران آه. آقای توراج فرازمند زنگ زدم به من که من واقعا از خوشحالی داشتم بال در میوردم اینقدر که به ایشون ارادت ای واقعا به تمام معناش انسان واقعی خیلی. و یک پدیده بود واقعا میرفتم تو برنامه ایشون هفته ای دو روز و گزارش اقتصادی رو میدادم همون چیزی مم. که به تحصیلاتم مربوط میشد بعد این رادیو باز شد و رفتم اونجا یه برنامه گرفتم و بعد مدیر اون رادیو شدم فا. هفت سال مدیر بودم اونجا بعد آمدم بیرون و رادیوی پرژن شروع کرد مم. به کار که اونجا بازم آقای قائم مقامی اونجا اون رو واقعا به همت او به وجود آمد اون رادیو و هر جا هست امیدوارم موفق و معید باشه من همیشه گفتم که حالا یا باید دعاش بکنم یا نفرینش بکنم برای ولی از اون به بعد درست تو بوه کارهای ساخته بونی من اون کار رو ول کردم رفتم دنبال این کار رادیو که از نظر پولو, پولو درستم. بله, درستم. بله درستم. این خیلی سعی کردم فشرده بگم امیدوارم روده درازی نکرد حالا یک ای من به شما بدم با آقای حجازی که من صحبت کردم از آغاز سال نو میلادی ما یه تغییر و تحولی در برنامه آقای حجازی هم خواهید دید حالا من نمیخوام جزئیاتش رو الان بگم خود ایشون به مرور بیان خواهند کرد که ما شاهد حضور بیشتر ایشون خواهیم بود در این حال یک برنامه ویژه هم خواهیم داشت با یک شخصیت بسیار مورد حرمت شما در داخل و خارج کشور که اون یک برنامه هفتگی ثابت خواهد بود و حالا آقای اجازی مقدمات شد دارم فراهم میکنه من زیاد نمیخوام بگم که زیبایی و شیرینی مطلب از بین بره اما یه نکته رو براتون بگم گفتم براتون این انسان ها که من در دورور خودم میشناسم قاعدتا جلسه چهارم پنجم خودشون رو آشکار میکنن و این آقای حجازی به جلسه دوم نکشیده خود را آشکار کرد یعنی من واقعا در وجود این آدم خسلت های ارزشمند دیدم ارزنده دیدم که اولا بسیار آدم مقاومیه در برابر سختی ها و مشکلات و اگر سرگذشتش رو دیتیل گوش بدید یکی از اون موارد نادری است که فقط قدرت روحی انسان میتونه در برابر این مشکلات پایداری بکنه و بمونه و ازش سپاسگزارم به خاطر اینکه همین پایداریش فرصتی به ما داده این برکت برای ما ایجاد بشه آقای اجازی این, این من الان داشتم این خبر رو میدیدم که وزارت ارشاد در مورد سفر هیئت فرهنگی ایران به آمریکا تحت فشار قرار گرفته و واکنش نشون داده که در وبسایتش وزارت ارشاد بیانیه منتشر کرده و از انتقاد از گزارش های مغرزانه و تحریف شده در آمریکا توسط گروه های ضد ایرانی و هاشی سازی های غیر مستند برخی رسانه ها و تلاش برای رنگ و بوی سیاسی بخشیدن به این سفر تاکید شده که هدف این سفر مسائل فرهنگی است حالا من سوالی از شما دارم به عنوان یک ایرانی آمریکایی که در اینجا هستیم داشتم تو برنامه هم میگفتم واقعا آقای حجازی در این سالها شما احساس کردی آمریکایی دشمن ما مطلقا جز یک مورد خیلی معدود اون درست تو اون بهبوهه گروگانگیری اوه. که همونم موجب شد من اون فرصتی رو که در دانشگاه کلمبیا داشتم از دست بدم توی خیابون مشغول رانندگی بودم و یک کسی اشاره کرد شیشت بیار پایین شیشه رو آوردم پایین گفت که ایرانی گو هوم و, و فهمی شما نمیدونم هنوز واسه من این آه. شاید از قیاد. اون موقع من ریش بوزی داشتم و اینا نمیدونم به هر حال به همون موقع این بوزی بگید پروفسوری من داشتم نه جالبه که وقتی آقای لیموندی اتفاقا اینجا فعالیتش شروع کرد من رفتم که باش همکاری بکنم ریش داشتم گفت که شما اگه میخواین با ما همکاری بکنیم با ریشتونو رو بزنیم منم خیلی متاسف بودم گفتم نه ریشمو نمیزنم <تصفح> ولی خب به هر حال دنیای کوچکی نه است. واقعا امریکایی آقای اجازی اصلا اصلا با ایرانی بد ببین اولا یک برداشتی که راجع به این که اینا آدمای بی احساسن آدم من توی یک فاجعه ای که برام اتفاق افتاد اینجا که حالا جای صحبتش نیست من محبت بی شاعبه و بی دریغی رو که از اینا دیدم هرگز فراموش نمیکنه. یعنی بدون کوچکترین کنجکاوی که بخوان ببینن چی شد چی... نه بخوان اصلا یه, یه... آ... کاسه زیر نیم کاسه بوده یه چیزی بوده اینا اینا با نهای تن... با آغوش باز در خونهاشون رو به روی ما باز کرده بودن و از این بابت واقعا من این رو میگم این تنها مملکتی است که من من جاهای زیادی مسافرت کردم به کرات اروپا امریکا جاهای مختلف بودم اینجا البته بعضی از ایالت های امریکا حتی به خود امریکایی های ایالت های بله، دیگه تعصب دارن آره ولی اون یه چیز کناریه یعنی حاشیه جنرال که نگاه بکنیم کلی و... هیچ نوع دشمنی مطلب. و... مطلب. و بعد شما نگاه کنید آقای حجازی شما اینجا زندگی میکنید توفیقی که جامعه ایرانی در این سوی جهان داشته. داشتم گوش میدادم به صحبت های شما. دلم میخواست اشاره بکنم که بینندگان گرامی 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری امریکایی دست ایرانیا هست. و شما ببینید اگه یه روزی اون مملکت ما آزاد بشه این افراد چه میتونن بکنن؟ بریم بگیم مگرد آمریکا مدبر و اگر... قوه جاذبه داشتن این نیرو چهار نفرم که بردن یا اعدام کردن یا زندان انداختن ولی واقعا شما تعداد پزشکان حقوقدانا بانکدارا متخصصان ایرانی که در اینجا فکر کنید اینا ده درصدشون فقط بله. بله. بخوان برن در اون کشور، بله. بخوان برن کمک کنن، سرمایه گذاری کنن مغزای اقتصادی رو که ما اینجا داریم اون وقت باید اقتصاد بله. ما دست بله. اون وقت نه دختری، بله. دختر جوانی میره ایران میره تماشای مسابقه یک والی سال زندان بله. یک سال زندان؟ بله. یعنی اصلاً واقعاً اون چیزی که اشاره کردید ایران من کو؟ واقعاً. ایران ما کو؟ کجاست؟ واقعاً ایران ما کو حالا با, با توجه به اینکه شما با جامعه ایرانی خیلی وسیع در ارتباط هستی و من دیدم تقریبا چهره سرشناس ایرانی نیست که آقای حجازی رو نشناخته باشه یا ایشون باش گفتگو نکرده باشه امروز زندهات بیژن صحبت او بود داشتیم با هم حرف می زدیم که آدم چه وجود نازنینی بود چه آدم قدانی بود پدر ایشون فوت کرده بود من یه چیز تو کیهان نوشتم و یک آگهی هم تصدیت جمعی کیهان لندن, لندن اهالی آه. کیهان دادی. ایشون یه بامدادی من تلفن کرد اینقدر محبت کرد اینقدر لطف کرد که حتما باید به اینجا ببینم ات. خب این فاجعه بود رفتنش به حال یه چهره ولی از این چهره ما در اینجا خیلی خانم انصاری واقعا بله. از حب افتخار بله. جامعه الان آقای امیر هست بالاخره اونم در کار بله. خانم بیتا دریاباری بله. شما نگاه کنید الان قراره که همین پنجشنبه بله پنجشنبه پیش رو روز هفتم نوامبر تجلیل بشه از آقای ایرج پزشکزاد عجب. عجب در دانشگاه استنفورد بح 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 بح. و خانم بیتا دریاباری مثل همیشه پیش قدم شدن همونطور که در مورد بانو بانوی شعر ایران سیمین, سیمین بهبهانی این کار کردن در مورد بزرگان دیگه و اقداماتی رو که دکتر عباس میلانی کردن تو این دانشگاه بلو. اصلا بی نزیره. یعنی این دانشگاه استنفورد که یکی از زیباترین برد برد. بی نظیر ترین دانشگاه های امریکاست از نظر درجه علمی یکی از به بهترین دانشگاه های است و اونجا اصلا ایرانیا واقعا دارن می در شمال کالیفرنیا در در سیلیکون ولی که این سیلیکون ولی دره سیلیکون دریای کامپیوتر دریای کامپیوتر در متفکره، متفکر در دریای ای بی و گوگل آه. و اینا اصلا یه دنیای دیگر یعنی شما اصلا وارد اون شهر پالو آلتو میشین به کلی فضای دیگری به همین در اسمش رو دره سیلیکون گذاشتن دیگه دره سیلیکون ولی اتفاقا تعدادی از این ایرانیایی که اونجا هستن یکی دو تا چند نفرشون رو من میشناسم و چه پیشرفت های عظیمی تو عرصه همین کامپیوتری تو عرصه برنامه ریزی برنامه سازی با بالا بردن نام ایران الان همین مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آقای دکتر میلانی خانمی حضور دارن اونجا به اسم خانم حریری ایشون هر سال به ده نفر از دانشجویان دوره لیسانس برای طی دوره فوق لیسانس بورس تحصیلی میدن و این تعداد هر سال داره بیشتر میشه شرایطش اینه که اونا به مالی نداشته باشن و نمرات دوره لیسانسشون بالا باشه, بالا باشه و از بین اینا به گفته دکتر میلانی کسانی دارن بیرون میان که نابغه هست و اغلبشون هم بچهای ایرانن بله،, بله بله, بله، از بچه های داخل ایران, ایران درسته بله چون من دیدم مثلا حتی حتی برسی هایی که معدل ریاضی بالا داشته یا دیپلم علمی بالا داشته بورسایی بهشون دانشگاه آمریکایی میدن افتخار آفرینه و میگم دکتر میلانی راجع به اینا بارها تو های من صحبت کردن و واقعا آدم احساس غرور میکنه میبینه که تو این شرایط تو این انوایرمنتی که این آخوندا به وجود آوردن تو اون مملکت و این شخمی که مملکت ما رو زدن تا امروز اتفاقا باز هفته پیش راجع به حقوق بشر یه جلسه اینجا بود که دکتر میلانی دعوت شده بود اونجا سخنرانی میکرد و دوستان باهاییمون به صلاح این رو برگزار کننده بودن اونجا من همیشه وقتی یه کمی ناامید میشم چیزایی که میبینم این وضعیت رو میبینم این خرافاتی رو که آدم میشنوه این آخوندایی رو که میرن و خزعبلاتی رو میگن که اصلا آدم باورش نمیشه و مردم اونجا دارن گوش میدن وقتی پای صحبت های دکتر عباس میلانی میشینم و دکتر محسن میلانی امیدوار میشم برای اینکه دکتر میلانی خیلی امیدواره من بسیار به این دکتر میلانی ارادت دارم انسانم وارسته انسان ارزشمند کتاب معمای هویداش رو که نوشت من نهایت سعه صد بلند نظری و روح روح آزاد برای اینکه اولین باری بود که شما بقیه. یه بیوگرافی و یک زندگی نامه یه کسی رو میبشتین میدیدین می که با نهایت حرفه بودن و بدون قرص این همه هویدا رو بدنام کرده بودن و دکتر میلانی که مخالف اون نظام بلد. بوده تو زندانش بوده میاد چه در مورد شاه چه در مورد اویدا یک مورخ بیطرف به معنای واقعی کلمه اسباب شگفت یه چیزی براتون بگم گفتی راجع به این آخوندا تنگ نظری این کتابی دارم میخونم در مورد دلایل زوال صفویه کتاب بسیار جالبی است ترجمه شده به زبان فارسی که حالا قرار توی یکی از بهش بپردازم به این نکته رو میخوام بگم در این کتاب شاه عباسی که خود رو غلام آستان مولا میدونه. در سفر پیاده به خراسان رفته، فرماندار مشهد رو یک مسیحی میذاره. یک گرجی مسیحی میذاره. ما از کجا به ارمنی. با. با. و این برای من شگفتی آور بود حالا فرصت ما تمام شد راجع به اینا با صحبت خواهیم کرد. ولی در حال میخوام دونه دونه بدونید. این همکارای نازنین من که تو ایران فردا هستن نگاه کنید. مثل حسین حجازی اینا از نمیدونم پول فلان نمیگیرن حقوق های کلان ندارن حمایت دولتی نمیشن با عشق فقط با عشق که هجازی وقت و زندگیشو میذاره بره صحبت کنه دکتر میلانی رو راضی کنه بیاد بنشینه و گپ و گفتی با او داشته باشه یا با دیگر مهمانانش دکتر محسن میلانی و همطور مهمانان دیگرش که در برنامه هستن بسیار ازت سپاس گذاره. ممنونم اجازه عزیزم بسیار بسیار و باید بگم که هر بار که من مهمانایی رو دعوت کردم تو برنامه ها پاسخی رو که از شما بینندگان عزیز در ایران به خصوص گرفتن با من حیرت انگیز بره. بوده و این نیست جز اینکه این تلویزیون داره کارش رو درست انجام میده سپاس گذارم ایران سر بلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد به اتفاق همکار و دوست عزیزم آقای حسین حجازی ایرزان نوریزاده همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپاره. خدا حافظ